بفهم. با سلام و درود خدمت همه همکاران حاضر در جلسه و همه عزیزانی که ما را به صورت لایو از کانال یوتیوب همراهی می کنند. امروز 10 ژوئن برابر با 20 خرداد با یکی دیگر از جلسات کمیته دفاع از محیط زیست در خدمت شما هستیم. در ابتدا معرفی می کنم سخنرانان را. جناب آقای سلمان یزدان‌پناه، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در خرداد ماه 1401، جناب آقای صمد جعفری، کنوانسیون 1972 استرهوم، آقای کاوه قزلباش، بحران محیط زیست ایران در 10 سال آینده، و خانم فرشته خیام حسینی، حیوانات در حال انقراض ایران و دلایل نابودی آنها. در آخر بحث آزاد رو داریم، خشکسالی به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان‌زدایی و خشکسالی. در پایان هر بخش از همکاران گرامی میتونن نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. دعوت میکنم از جناب آقای سلمان یزدان‌پناه سخنرانی خودشون رو ایراد بفرمایید. مایک در اختیارتون. با سلام، خسته نباشید خدمت دوستداران محیط زیست. اخبار رو شروع می‌کنیم با یکی از داغ‌ترین خبرها که این روزا توی تمام رسانه‌های ایران بود: آلودگی هوا. خبر داریم از ایرنا مورخ 22 اردیبهشت 1401 مربوط به آلودگی هوا که اعلام می‌کنه آلودگی هوا جان 4400 نفر را در سال می‌گیرد. معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت سالانه 4400 نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور فوت می‌کنند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، میانگین غلظت ذرات معلق در تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، یاسوج، همدان، خرم‌آباد، عراق، کرج و کرمانشاه 6 برابر بالاتر از میانگین سازمان جهانی بهداشت است. بر اساس آخرین نتایج مطالعات کشوری در سال 99، حدود 21% از روزهای سال شاخص کیفیت هوا 0 تا 50، یعنی هوای خوب و پاد، 35.62% از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای قابل قبول است، 8 قبول بوده است. 8.1% روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم برای گروه حساس بوده. در شهر تهران به طور میانگین مرگ 3751 نفر منتصب به مواجهه طولانی مدت به طور میانگین مرگ متصب به ذرات معلق در کشور در سال 99 برابر با 51.7% بوده و این موضوع در شهرهایی مانند اهواز، صابون، خرم‌آباد، اصفهان و دسپول که با پدیده گرد و غبار درگیر هستند بالاتر از میانگین کشوری است. خبر دوم ادامه میدیم. اخبار این خبر خودش نقض سند 13 هدف 13 از سند 23 یونسکو که مبارزه با تغییرات آب و هوایی رو بیان میکنه و همچنین اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگه حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبروشی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمت پیدا کند ممنوع است. خبر بعد در مورد گونه‌های جانوری در حال انقراض است. روزنامه خبرگزاری ایرنا مورخ 24 اردیبهشت 1401 اعلام کرده که 66 مورد خرس‌کشی در دهه گذشته رخ داده که این یک فاجعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1390 تا کنون تعداد 66 قلاده خرس در ایران و به طور مستقیم توسط انسان‌ها کشته شدند. واقعی دلخراشی که به طور قطع نقش آموزش و پرورش و رویکرد مدیران به محیط زیست در جلوگیری از بروز آن غیر قابل انکار است. صحت و بحث پیرامون مفاهیم محیط زیست اهم از تخریب منابع طبیعی، از بین بردن منابع آبی، کوهخواری، تخریب معادن و حیوان کشی و غیره، اموری هستند که در برهه‌هایی از زمان به تیتر نخست رسانه‌های اجتماعی و مطبوعاتی تبدیل شده و بعد از مدتی کاملا به فراموشی سپرده می‌شود.
چنانچه موضوع تأسیس پالایشگاه میانکاله در روزهای پایانی سال 1400 و روزهای نخستین سال 1401 در صدر رسانه‌ها و اخبار اجتماعی قرار داشت. اما بعد از گذشت کمتر از یک ماه دیگر در اخبار و رسانه‌ها از این موضوع خبری نیست. متأسفانه تا کنون روند یک مسئله اجتماعی مانند محیط زیست کمتر مورد توجه قرار گرفت و این در حالی است که اگر روند تاریخی یک مسئله به دقت مورد بررسی قرار می گرفت، شاید امروزه و در دوران مدرن کمتر شاهد رفتارهای بدوی و بسیار ساده انگارانه و سطحی با محیط زیست می بودیم. خرس اکنون به عنوان بزرگترین حیوان گوشتخوار ایران شناخته می شود که متاسفانه در خطر انقراض قرار دارد. تا پیش از این دو گونه گربسان بزرگ یعنی ببر خزری و شیر ایرانی بزرگترین گونه گوشتخوار محسوب می‌شدند که اولی در حدود 63 سال پیش و دومی در حدود 77 سال پیش از بین رفتند. هرچند گفته می‌شود که گونه شیر ایرانی در هندوستان وجود دارد. از میان 8 گونه خرس موجود در دنیا، دو گونه خرس قهوه‌ای و سیاه آسیایی که در ایران زیست می‌کنند اکنون به علت عوامل انسانی و طبیعت در فهرست سرخ اتحاد بین‌المللی حفاظت از محیط زیست و در آستانه انقراض قرار دارد. در واقع خرس‌ها با خوردن دانه‌های گیاهی مانند بنه کوهی موجب ازدیاد درختان و گونه‌های جنگلی می‌شوند و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. باید در نظر داشت بسیاری از دانه‌های گیاهی دارای غشای خارجی هستند که این دانه‌ها اگر سالیان متمادی حتی در شرایط نور و خاک مناسب هم قرار بگیرند تبدیل به گیاه و درخت نمی‌شوند. اما بعد از پلیده شدن توسط خرس، این غشای خارجی در سیستم گوارشی حیوان حذف شده و دانه آن آماده رویش به همراه فضولات حیوانی که نقش تأمین کود و رطوبت برای دانه گیاه را دارند به چرخه طبیعت باز می‌گردد. نقش دیگر خرس در کنترل جمعیت جوندگان، گیاهخواران و سایر گوشتخواران کوچک است که در صورت افزایش جمعیت آنها نه تنها محیط زیست جانوری و گیاهی بلکه محیط زیست انسانی هم به مخاطره می‌افتد. بسیاری از جانداران از جمله گرازها و سگهای ولگرد، موش و غیره به عنوان آفت محسوب می شوند و در صورت انقراض جانداری مانند خرس جمعیت افزایش یافته و مشکلات جدی در تنوع زیستی و حتی آب و هوایی ایجاد می کنند. این خبر در تضاد با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی که عنوان می کنه حفظ محیط زیست برای عموم اقشار جامعه اولویت قرار داره و همچنین حرف 15 از سند 23 یونسکو که حفظ و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی رو به عنوان یکی از دغدغه‌های جوامع امروزی میدونه که باید مورد توجه قرار بگیره. خبر بعدی در رابطه با پسماندها هست، زباله ها، پسماندهایی که یه چالش امروز محیط زیست دنیا هست. خبر مربوط به خبرگزاری ایسنا است که 24 اردیبهشت منتشر شده. زباله ها در استانهای شمالی جایی برای دفن ندارند. این عنوان خبر است. علی سلاجقه در 31مین کارگروه ملی مدیریت پسماند که 21 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان وزارتخانه و سازمان ها برگزار شد، اظهار کرد کارگروه مدیریت پسماند یکی از کارگروه های تاثیرپذیر است و امیدوارم به حل مسئله پسماند کشور بپردازد. از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خواسته این تمامی کالاهایی که مهر دانش بنیان دارند را به ما اعلام کنند تا دستگاه‌ها را به استفاده از آنها مکلف کنند. از امروز برای شروع هر کاری از پروژه‌های دانش بنیان استفاده و کارهای نیمه کاره را با استفاده از ظرفیت دانش بنیان داخلی مدیریت کنیم. معاون رئیس جمهوری به بازی خود از نیروگاه زباله‌سوز ساری اشاره کرد و گفت نیروگاه زباله‌سوز ساری قرار بود در 22 بهمن سال گذشته افتتاح شود، این اتفاق نیفتاد. حال قرار است دو نیروگاه زباله‌سوز ساری و نوشهر در دهه فجر امسال با تمام ظرفیت به بهره برداری برسد. وی افزود استانداری‌ها، ادارات کل محیط زیست، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب و پسماند وزارت کشور باید تکالیفشان را در این بخش به درستی انجام دهند و مردم را همیشه در تولید پسماند مقصر ندانیم. خود ما به عنوان مسئولان دستگاه اجرایی مقصریم و باید در این زمینه پاسخگو باشیم. معاون رئیس جمهوری ادامه داد امیدوارم در برنامه زمانبندی 4 ساله دولت 13 مشکلات پسماند کشور حل شود و در پایان این دولت شاهد معضلات پسماند در استانهای شمالی نباشیم. به منظور حفاظت بهینه از عرصه‌های منابع طبیعی استانهای شمالی تکالیف
دستگاه‌ها به خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص شد. خب این مشکل پسمان یه مشکلیه که سالیان سال کشور ما به دلیل زیرساخت‌های کهنه‌ای که داره و نتونسته خودش رو بروز کنه وجود داره و این نقض هدف 14 که حفظ استفاده پایه از اقیانوس‌ها، دریا، منابع دریایی رو برای توسعه پایدار ضروری میدونه. نقض هدف 3 از سند 23 که سلامتی رو برای جامعه، برای مردم باید تضمین کنه. نقض هدف 12 که عنوان که تضمین مصرف پایه و الگوهای مصرف رو بیان میکنه و همچنین نقض اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی که حفاظت از محیط زیست و وظیفه دولت و مردم میدونه. اما خبر آخر که یک کمی خبر دردناکی هست و شده به صورت سریال تکراری توی بین محیطبانای کشور ما، قتل محیطبانا است در حین انجام وظیفه. خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری فارس هر دو در 22 خرداد 1401 جزئیات کشته شدن دو محیطبان را در بوانات و همچنین مجروح شدن یکی از محیطبانا را اعلام کرد. این دو محیطبان محمد فرخمند و همیار محیط زیست رضا بهرام‌پور شهید شدند و آقای علی اسدی ایشون هم مجروح شدند که از حافظان انفال الهی را بیان کرد. حالا اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان میکنه که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 50 که باز میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد را باید در آن حیات اجتماعی روبروشی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمت پیدا کند ممنوع است. اخبار فراوونه، مونتا دوستان میتونه برای مراجعه به اخبار بیشتر میتونه به سایت کانون دفاع از حقوق بشر بشریت.org مراجعه کنن و اونجا در جریان کلی اخبار نقض حقوق محیط زیست ایران قرار بگیره. در اینجا من مایک رو رها میکنم و تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید. ممنونم از جناب آقای فرخ‌مند. دوستان اگر که نظراتی دارید در این مورد میتونید با ما به اشتراک بذارید. دعوت میکنم از جناب آقای صمد جعفری، کنوانسیون 1972 استکهلم. جناب آقای جعفری، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. صدای من هستش داخل اتاق؟ با عرض سلام خدمت همکاران گرامی و مهمانان عزیز و کسانی که از فضای یوتیوب ما رو دنبال میکنن. بس من در مورد کنوانسیون استکهلم 1972 انسان و با موضوع انسان و محیط زیست هستش. اول یه توضیح کلی خدمتون عرض کنم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی در آفریقای جنوبی و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد رو بر عهده داره. رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی عضو مجمع محیط زیست ملل متحد، بالاترین نهاد برنامه محیط زیست هست. این مجمع هر 2 یک بار در نایروبی تشکیل جلسه میده و صدها تن از وزیران و مقامات ارشد دولت‌های عضو در اون حضور پیدا میکنن و تمامی اعضای سازمان ملل عضو برنامه محیط زیست هستن. و اما کنوانسیون استکهلم، بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست موضوع به اصطلاح این کنوانسیون هستش که در شهر استکهلم سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. کنفرانس مذکور در پایان اجلاس
دوازده روزه خود مبادرت به انتشار بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی کرد که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی میشه که روز 5 ژوئن را به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری کردند. هرچند که در سراسر تاریخ به طور پراکنده اقداماتی در جهت پیدا کردن راهچاره‌های مبارزه با آلودگی و آثار اون اهم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا انجام شده، اما آگاهی نسبت به کل محیط زیست یا در بخش عمده از اون موضوع نسبتاً جدید هست و مبدا پیدایش اون به اواخر دهه 60 میلادی برمیگرده. حتی وقتی که کنوانسیون‌های بین‌المللی هدف رو روی بخشی از فعالیت‌های معین و یا روی قسمتی از اون به اصطلاح انجام میدادن، مثلا ماهیان و پرندگان و حالا موضوعات از این دست، معمولا بیشتر به اصطلاح سود اقتصادی قضیه مد نظر بود. در طول قرن 19 بیشتر قراردادهای بین المللی حول و حوش منافع اقتصادی دور میزد تا مسائل حفاظتی و حفاظت محیط زیستی و بیشتر به ابعاد اقتصادی تکیه داشت. کلن حقوق بین الملل محیط زیست رو به سه دوره تاریخی میشه تقسیم کرد. یکی قبل از کنفرانس استکهلم 1972، دوم از 1972 تا 1992 و سوم از 1992 تا حالا. قبل از استکهلم 1972 حقوق بین الملل محیط زیست معمولاً یا دو جانبه یا منطقه‌ای بین کشورها انجام می‌شد، مثل 1902 پاریس که در خصوص حفاظت از پرندگانی که تو کشاورزی مفید بودند، یا 1933 لندن که حفاظت از آبزیان و گیاهان بود. قسمت دوم که از 1972 تا 1992 هستش، بسیاری از سران دولت‌های جهان در استکهلم سوئد گرد هم اومدند که نتیجه‌اش یه متن غیر الزام‌آور تحت بیانیه 1972 استکهلم بود. این بیانیه متن غیر الزام‌آور بود که ارزش حقوقی معاهدات رو نداشت، ولی از مهمترین آثار این بیانیه در حقوق بین‌الملل محیط زیست میشه به ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست و کمک به تکامل و رشد این رشته اشاره کرد. به عبارت دیگه این بیانیه غیر الزام آور تونست برخی از اصول عرفی پراکنده که در یک متن غیر الزام آور جمع شده بودن به صورت به اصطلاح جمع آوری شده در 1972 استکهلم انجام شد که به عنوان یک نقطه عطفی در قضیه به اصطلاح محیط زیست بود و یک اقدام جهانی برای حفاظت از محیط زیست به شمار میره. این کنفرانس جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم تشکیل شد و بزرگترین کنفرانس بین المللی است که تا این تاریخ انجام شده بود و در آن تقریبا بیش از 6000 نفر به نمایندگی از 113 کشور و همراه نمایندگانی از سازمان‌های بین المللی و ناظرانی از سازمان‌های غیر دولتی بین المللی شرکت داشتند که در این کنفرانس اعلامیه محیط زیست بشر که تنظیم کننده اصولی است که راهنمای عملی در طول دو دهه در سراسر جهان به شمار می اومد به تصویب رسید، که بعد از این کنفرانس روند توسعه محیط زیست در مرحله نخست
موارد معینی از موضوعات محیط زیست رو طرح میکنه و اسنادی با برد بین المللی رو به تصویب میرسونه. موضوعات طی شده عبارتند از اقیانوس ها، آبهای زیرزمینی، هوا، خاک، حیات وحش و به همین ترتیب این روند توسعه در قلمرو قانونگذاری داخلی در بیشتر کشورها انجام میشه و مقررات خاصی هم بر سایر مسائل محیط زیستی انجام میشه و پایه‌های ذهنی و عقلانی بنیادی از محیط زیست را به طور جدی در کنفرانس استکهلم مطرح میکنه. بررسی‌ها نشون میده که این بیانیه به عنوان نقطه عطفی در فرایند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و بنیادین حقوق بشر که مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی مثل یونپ و صندوق محیط زیست جهانی به روند همکاری‌های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش محیط زیست انجام داده. با گردآوری اصول مفاهیم عرفی در یک متن غیر الزام‌آور زمینه تجلی و تصویب اون رو در اسناد الزام‌آور بعدی به وجود آورده، مثل حفاظت از لایه اوزون. روز افتتاح این کنفرانس 5 ژوئن به عنوان، همونجوری که خدمتون عرض کردم، به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شده و بیانیه این کنفرانس هم همونجوری که خدمتون عرض کردم در مورد محیط زیست و انسان بود. کلن کنوانسیون هایی که ایران اونها رو پذیرفته 14 مورد بوده که قاعدتا باید به اونها عمل بکنه، که البته اگر عمل بکنه. هدف از وجود اومدن کنوانسیون های بین المللی چیه؟ همونطوری که همه ما میدونیم، رشد آلودگی و تخریب روزافزون، این قضیه که میگم در ارتباط با کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با محیط زیست منظورمه. همونطوری که همه ما میدونیم، رشد آلودگی و تخریب روزافزون محیط زیست و وجود اومدن بحران‌های زیست محیطی باعث شده که دولت‌ها از 4 دهه قبل، یعنی از زمان انقلاب صنعتی، به طور ملموس و جدی به تکافو بیفتن و راه چاره‌ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست پیدا بکنن، که تا حالا حدود 280 معاهده و موافقتنامه بین المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسائل مربوطه به حفاظت محیط زیست وجود داشته، که حدود 70 تا کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی داشته و بقیهش بیشتر منطقه‌ای بودن. عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 1972 در استکهلم سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم همتراز حقوق بشر شناخته شد. یعنی اینکه حقوق محیط زیست مثل حقوق حیوانات، گیاهان و امثال هم جنبه حقوقی پیدا کرد، که در این بین ایران نیز به این کنوانسیون ها و پروتکل ها الحاق پیدا کرده، یعنی اینکه باید اونها رو قاعدتا رعایت کنه و سازمان حفاظت محیط زیست ایران باید قاعدتا اونها رو پیگیری و عملیاتی بکنه. نکته مهم اینه که سازمان محیط زیست ایران به عنوان مرجعی هست که باید این کنوانسیون ها و پروتکل ها رو در کشور ایران اجرایی بکنه. یکی از موارد کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران هم بهش پیوسته، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های عالی پایدار هست، که تصویب اون به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده که با رعایت
اصول 50 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های عالی پایدار مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده و 6 ضمیمه ملحق میشه. یک تفسیر داره که بر اساس اون دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 2 ماده 18 خود را در اجرای اختلافات در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون به داوری یا دیدبان دادگستری بین المللی با رعایت قوانین مقررات داخلی متعهد می‌داند. یکی از موارد دیگه کنوانسیون استکهلم توافق بین المللی در خصوص همونجوری که عرض کردم آلاینده های عالی پایدار هست که پیدایشون از اجلاس زمین در سال 1992 آغاز شد و در سال 1995 شورای حکام برنامه زیست سازمان ملل برای عملکرد جهانی راجع به آلاینده های عالی پایدار به عنوان مواد شیمیایی پایدار در محیط زیست و تجمع پذیر در زنجیره غذایی و دارای اثرات مضر بر سلامتی انسان و محیط زیست فراخوانی را اعلام کرد که در پی این فراخوان نشست بین دولت‌ها و برنامه بین المللی برای ایمنی مواد شیمیایی یه برنامه‌ای به اصطلاح داشتن که یه ارزیابی کردن از 12 ماده خطرناک که با عنوان دوجین کثیف نامیده شد. این لیست شامل 8 آفتکش کلرا هست به اسم از جمله کلردان، ددته، دیلدرین، آندرین، هپتاکلور، میرکس و توکسافون و 2 ماده شیمیایی هگزاکلور و بنزن و گروه پلیفینیل پلیکلورینه هست که و 2 محصول صنعتی دیوکسین و فوران هستند. کنوانسیون استکهلم بر خصوص آلاینده های پایدار در 17 می 2004 ببخشید با شرکت 151 کشور مفاد اون مورد امضا و تصویب قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در سال 2001 این کنوانسیون را امضا کرد و در فوریه 2006 به اون ملحق شد. امضا کنندگان بر ممنوعیت استفاده از 9 ماده شیمیایی از گروه دوجین کثیف و محدودیت استفاده از DDT برای کنترل مالاریا و کاهش تولید ناخواسته مواد دیوکسین و فوران توافق کردند. آلاینده های پایدار طبقه از مواد شیمیایی هستند که دارای 4 خصوصیت ذاتی: 1 سمی بودن، 2 تجمع پذیری بودن، 3 پایداری و 4 توانایی انتقال به مسافت‌های دور هست. مهمترین تعهدات کشورهای امضا کننده یک اقدامات لازم برای حذف تولید و مصرف هست، 2 جلوگیری از واردات و صادرات اونها هست، 3 کاهش یا حذف تولید ناخواسته این مواد هست، 4 جایگزین نمودن مواد دوستدار محیط زیست به جای مواد آلاینده های پایدار هست. و یکی دیگه از مواد کنوانسیون استکهلم کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی در سال 1972 در شهر پاریس بود که به تصویب رسید. عمده‌ترین نکته مورد نظر این کنوانسیون اینه که ویرانی و یا تخریب هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان میشه و باید به عنوان میراث جهانی بشریت شناخته بشه. یکی دیگه از مواد کنوانسیون بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابانزایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح با حمایت همکاری‌های بین المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و منظور کمک به دستاوردهای توسعه
توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده باید صورت بگیرد. جمهوری اسلامی در سال 1381 به کنوانسیون مذکور ملحق شده و تعداد اعضای کنوانسیون در حال حاضر 140 کشور هست که تجارت بین المللی 40 ماده شیمیایی آفتکش و خطرناک تحت مفاد قانون کنوانسیون روتردام در کشور تحت کنترل و نظارت هست. متاسفانه بعد از حدود 50 سال از آغاز رسمی و بین المللی کنوانسیون استکهلم برای استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات سالم در پهنه سرزمین کشور ایران که همون هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیسته متاسفانه حاصل نشده. امروز تمام کشورها با برنامه‌ریزی‌های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای رفاه حال افراد جامعهشون و حفاظت از محیط زیستشون جهت استفاده بهینه از تمامی امکانات دارن استفاده میکنن، اما در کشور ما از پس حل حتی یک معضل به نام گرد و غبار هم هنوز بر نیومدن، به طوری که گرد و غبار در سالهای اخیر به کلان شهرها رسیده. به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مقام سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفته که تعداد استانهای درگیر گرد و غبار از 3 استان در سال 1383 به 25 استان افزایش پیدا کرده که عوامل ایجاد گرد و خاک و تشدید اون در سالهای اخیر رو به 2 عامل طبیعی و انسانی نسبت دادن، از جمله تالاب‌های خشک‌شده و کمبارشی‌های سال‌های اخیر. ولی به اعتقاد من از همه اینا مهمتر بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، خصوصا مسئولین حفاظت محیط زیست و وعده و وعیدهایی که اونا به مردم میدن و عملا حتی نتونستن از پس حل مشکل حتی این گرد و غبار هم بر بیان. به طوری که برای پاسخگویی به معضل ریزگردها حتی افرادی از سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس حاضر میشن و معمولا جوابایی میدن که خیلی جوابای درست حسابی نیست و متاسفانه تا حالا نتونستن یه راهکار صحیحی ارائه بدن برای برطرف کردن همچین مشکلی. و مشخص هم نیست که پس از گذشت نزدیک 20 سال از آغاز بحران ریزگردها که به صحن علنی و غیر علنی مجلس هم کشیده شده، تا حالا متاسفانه نتونستن یک راهکار درست حسابی برای این قضیه ارائه بدن. این کنوانسیون تضمین کننده هدف 3، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه سنین، هدف 6، تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، هدف 13، اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات اون، هدف 15، حفاظت و بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابانزایی، متوقف و معکوس کردن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی از سند 23 یونسکو، و همچنین اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در اون حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشن وظیفه عمومی تلقی میشه. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر اون که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران اون ملازمه پیدا میکند ممنوع است.
ولی متاسفانه تا حالا مسئولین جمهوری اسلامی ایران نتونستن معضلات و مشکلاتی که به اصطلاح در کشور در ارتباط با حوزه محیط زیست هست برطرف بکنن. با امید روزی که بتونن این مشکلات رو حل بکنن و مردم بتونن به راحتی تو ایران یه نفس راحتی بکشن. با سپاس از توجه و حوصله ای که به خرج دادین من مایک رها میکنم. ببخشید. با سپاس از شما جناب آقای جعفری عزیز، ممنونم از انتخاب خوبتون. بله متاسفانه همونطور که ما میدونیم رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست باعث شده که این کنوانسیون تشکیل بشه و در واقع همونطور که شما فرمودید حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم در واقع همتراز با همون حقوق بشر شناخته شده. ولی چیزی که هست متاسفانه بشر برخلاف دیگر موجودات هم باید تأثیر عمیقی داره در جهت آسیب و نابودی محیط زیست، یعنی ریشش برمیگرده باز همون به خود انسان و یعنی باعث عوامل یعنی یکی از عوامل تخریب محیط زیست همون خود انسان هستش که آسیب میزنه، که مواردش رو آقای جعفری عزیز عنوان کرد. دوستان اگر که نکته نظری دارید میتونید با ما به اشتراک بذارید. خواهش کنم جناب آقای یزدان پناه، ما در اختیار شماست. مجدد خسته نباشید. این خدمت همکار، اون چیزی که اهمیت این کنوانسیون‌ها رو بیشتر از هر چیزی داره بولد میکنه اینه که این کنوانسیون‌ها یه چیزی رو میخوان به ما بگن و اون اینه که این نیست که ما تو ایران هستیم و هر سیاستی که دولت ایران میگیره فقط شامل ایرانی ها میشه. نه، اینجوری نیست. سیاست‌هایی که توی هر کشور گرفته میشه مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرش رو کل منطقه است و رو کل جهانه. نمونهش همین مسئله ریزگردها بود که بهش اشاره کردید و می‌بینید که سدسازی که توی ترکیه یا توی ایران داره انجام میشه تأثیرش روی عراقه و تأثیر منفی اون دوباره روی خود کشور ایران یا روی خود کشور ترکیه هست. و این نیست که ما بگیم چون فعال محیط زیست هستیم کاری به سیاست نداریم. اتفاقا از نظر من یکی از بخشایی که ما خیلی 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 مستقیم با سیاستمدارا درگیر میشیم همین بحث محیط زیسته، چون هر سیاست کلانی تو هر زمینه گرفته میشه اگه بحث محیط زیست درش گرفت در نظر گرفته نشه آسیب‌هایی میزنه که شاید تا نسل‌های بعد از ما نتونن این آسیب‌ها رو دفع کنن یا بتونن هموارش کنن. و متاسفانه همونجور که بازم دوستمون گفتن دولت جمهوری اسلامی اصلا مسائل محیط زیستی رو توی تصمیمات کلانش در نظر نمیگیره و همینجوری بی حساب کتاب داره میره جلو و محیط زیسته که داره نابود میشه و اون میراثی که برای نسل‌های بعد هست. ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از شما. بله دقیقا درست میفرمایید. دوستان اگر کسی نظری داره که من مایک رو برش آزاد کنم. دعوت میکنم از جناب آقای کاوه قزلباش بحران محیط زیست ایران در 10 سال آینده. آقای قزلباش ما در اختیارتون، بفرمایید. خواهش. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران خوبم و سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که از طریق فضای مجازی من رو دنبال میکنن. حال محیط زیست ایران خوب نیست، این جمله ای که میتونیم از زبون همه فعالان محیط زیست و حتی علاقمندان به محیط زیست بشنویمش. قضیه وقتی تلخ‌تر میشه که میدونیم اهمیت چندانی هم به این مسئله داده نمیشه و در سالی که گذشت وضعیت محیط زیستمون توی کشور ایران به مراتب بدتر از سالهای قبل شد. اما دقیقا وضعیت آب و خاک و هوا و تنوع زیستی در کشور در چه حالی است و وضعیت چقدر بحرانی است؟ تو این گزارش در واقع میخوایم به این مسئله بپردازیم که وضعیت محیط زیست ایران توی 10 سال آینده به کجا میخواد بره و چه سرانجامی در واقع میخواد داشته باشه. گزاره‌های کوتاه این گزارش درباره چشم‌انداز زیست‌بوم ایران در 10 سال آینده تکان دهنده است.
بررسی روال تغییرات زیست‌بوم ایران توسط کارشناسان حاضر در این گزارش مشخص کرده با تداوم روند کنونی ظرف 10 سال آینده بخش عمده ای از زیست‌بوم ایران از چرخه زیست خارج میشه. کارشناسان 10 تا فاکتور اصلی که امکان زیست رو در ایران فراهم میکنه در بخش محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کردن که خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و رویشگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و وقوع ریزگردها، تنوع زیستی و وضعیت گونه‌های جانوری و گیاهی، سیلاب‌ها، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست زمین، کشاورزی و امنیت غذایی و وقوع مهاجرت‌های گسترده از مناطق غیرقابل زیست را بررسی و چشم‌انداز 10 ساله آینده را ترسیم کردند. ما توی این گزارش به چند تا از این 10 تا نکته که اشاره کردم رو میخواییم در واقعش بپردازیم. اولیش در واقع این خواهد بود که ایران در 10 سال آینده خوشتر خواهد شد. بر اساس گزارش های مرکز پژوهش مجلس از 10 سال قبل تا به حال کشور به صورت مداوم بارندگی های کمتر از میانگین بلند مدت را تجربه کرد و گرفتار خوشسالی شد. در این سالها میزان بارندگی حدود 11% نسبت به متوسط بلند مدت کاهش شد و به تبع آن حجم جریان آبهای سطحی در دوره مشابه حدود 44% کاهش. آقای احد وظیفه رئیس مرکز ملی خشکسالی با ارائه آخرین آمار نگاهی به چشم‌انداز 10 ساله آینده وظیفه خشکسالی در کشور کرده است. ایشون گفتن که بر اساس بررسی روال تغییرات گذشته در سالهای آینده ایران به سمت کمبارشی شدید خواهد رفت. در این مسیر تشدید و تداوم گرمایش جهانی مزید بر علت هست. متاسفانه در سال گذشته با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و نیمه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و همچنین کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، هنوز هم روند انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین صعودی است. باید به این نکته نیز توجه کرد که اقلیم ایران منطقه جنوب حاره‌ای است، یعنی نمانند مناطق حاره‌ای کم بارش است نمانند مناطق شمالی و اروپایی پربارش، بلکه روند بارش در ایران 1/3 تا 1/4 متوسط بارش جهانی است. رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران در 10 سال آینده را کشوری خشکیده اشاره کرده و شرایط را اینگونه توصیف می‌کند: 43% کم بارشی در ایران از مهر ماه تا کنون نوعی رکورد در حوزه خشکسالی محسوب می‌شود. بررسی ها نشان می‌دهد که روند 50 ساله مقدار متوسط بارش در کشور از 270 میلیمتر به 240 میلیمتر و کمتر رسیده که اگر این روند ادامه پیدا کند شواهد نشان می‌دهد همین گونه که شواهد هم نشون می‌دهد همین گونه خواهد بود، ایران به سمت خشک شدن می‌رود. تنش آبی گریبانگیر کشور را می‌گیرد و نگرانی بسیاری در رابطه با تأمین آب در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود و در این شرایط تنها دغدغه و نگرانی فقط قطعی برق است. خیلی به مسائل دیگرش کسی توجهی نمی‌کنه. ما برق منازل و برق شرکت و ارگان خودم خدا من قطع میشه. خیلی دیگه دغدغه مسائل دیگرش رو کسی نداره. موضوع بعدی در 10 سال آینده میخوایم بررسیش بکنیم واسه جنگل ها هستن که بیشتر خواهند سوخت. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که سالانه بیش از 1000 فقره آتش‌سوزی به ویژه با فرارسیدن ماه‌های گرم در جنگل‌ها و مراتع رخ داده است. 140 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران نیز طی 10 سال در آتش سوخته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی میگه متأسفانه پدیده آتش‌سوزی جنگل و مراتع در ایران هم در سال‌های بارشی و هم در سال‌های کم بارش تهدید بزرگی است. سال گذشته با وجود بارش‌های نسبتاً قابل قبول آتش‌سوزی های بسیاری در این مناطق رخ داد که دلیل آن رشد علف ها در هنگام بارش و خشک شدن همون علف ها هستند که در فصل گرمو با آتش‌سوزی میشن. در سالهای خشک اما با آتش‌سوزی های بیشتری روبرو هستیم. بحرانی که در 10 سال آینده سطح وسیع تری از جنگل ها و مناطق را شعله ور خواهد کرد، چون کمبود بارش رطوبت را کاهش میده و ایران در سالهای آینده علاوه بر نوسان بارشی با نوسان دمایی هم مواجه خواهد. تبخیر زیاد نیز بعد از دست رفتن رطوبت در لایه بالایی خاک منجر میشه و در نتیجه با افزایش دما
در فصول گرم آتش سوزی در مناطق جنگلی و مراتع به شدت افزایش خواهد. موضوع بعدی بحث وقوع طوفان‌ها و گرد و غبار هست. بحران دیگری که در سالهای آینده در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه وقوع ریزگردها یا همان خشکیدگی تالاب هاست. آقای علی محمد طهماسبی دبیر ستاد ملی مقابله با ریزگردها عنوان کردند بهره برداری از منابع گیاهی، خاک و آب در کشور بیش از ظرفیت تاب‌آوری کشور است که عامل آن بیشتر انسان نیست. متاسفانه عوامل طبیعی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم هم منجر به گسترده‌تر شدن کانون ریزگردها در ایران خواهد شد. به گفته ستاد ملی مقابله با ریزگردها نخستین بار در سال 1379 کانون‌های بحرانی و مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در کشور شناسایی شد. آن زمان بحث گرد و غبار خیلی جدی نبود و بیشتر بحث ماسه‌های روان مورد توجه بود. آن سال حدود 20 میلیون هکتار از اراضی کشور به عنوان کانون مناطق بحرانی و گرد و غبار شناسایی شدند. سال 98 این میزان به 34 میلیون 600 هزار هکتار رسید. یعنی از 20 میلیون در سال 79 ما در سال 98 رسیدیم به 34 میلیون 600 هزار. در 20 سال اخیر نیز مناطق غبارخیز کشور 60% افزایش یافته است که این وضعیت به شدت هشداردهنده است. بنابراین اگر در 10 سال آینده چاره‌ای برای مدیریت سرزمین اندیشیده نشود ایران خواهد شد. چون هشدارها در مورد وضعیت غبارخیزی از اراضی کشاورزی و تالاب‌ها جدی و تکان دهنده است. سال 79 تنها 600 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کانون گرد و غبار بود که این آمار الان به 3 میلیون و 500 هزار هکتار رسیده. همچنین سهم تالاب‌هایی که در سال 98 به کانون گرد و غبار تبدیل شدن به 1 میلیون و 460 هزار هکتار رسید. عدد بزرگی است. بر اساس بررسی‌ها نیز مشخص شده است که در 10 سال آینده استان‌های خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان تومه طوفان‌های گرد و غبار خواهد شد. موضوع بعدیش در واقع چشم‌انداز ناامیدکننده سفره‌های آب زیرزمینی هست. آقای محمد درویش فعال محیط زیست و مسئول کمیته سلامت اجتماعی کرسی محیط زیست یونسکو درباره وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در 10 سال آینده گفتند واقعاً نمی‌توان به چشم‌انداز 10 ساله سفره‌های آب زیرزمینی کشور امید داشت. چون نشانه‌ای از تغییر سیاست دولت در مدیریت منابع آب مشاهده نمی‌شود. سیاست اصلی همچنان بر افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی متمرکز است. نمایندگان مجلس هم طرح مانع‌زدایی از تولیدات کشاورزی را به تصویب رساندند. به تأکید آن بر کشاورزی در مناطق بیابانی و افزایش صادرات محصول است. در حالی که صادرات کشاورزی به معنای صادرات آب مجازی است. آن هم در کشوری که با کمبود شدید آب روبروست. چون نشانه از سیاست‌های کلان در زمینه کاهش و وابستگی اقتصادی به آب و خاک مشاهده نمی‌شود، وضعیت منابع آب ایران در 10 سال آینده بسیار خطرناک است. در 14 سال گذشته 74 میلیارد متر مکعب بیش از ظرفیت از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت شده است و این روند در 10 سال آینده ادامه خواهد. به بهانه خودکفایی در کشاورزی در 10 سال آینده امنیت غذایی را از دست خواهیم داد، چون امنیت غذایی ارتباط مستقیم با ذخایر آب شیرین دارد. در ایران اما طی 14 سال اخیر 74 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی انجام شد. پس دورنمای امنیت غذایی نیست بسیار شکننده است. موضوع پایان رویای تنوع زیستی در 10 سال آینده را بخوایم بررسیش بکنیم خیلی کوتاه. طبق یک بررسی مقدماتی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع 2500 گونه گیاهی در کشور در خطر نابودی است. از این تعداد بیش از 1700 گونه گیاهان انحصاری ایران است و بقیه در دسته گونه‌های بومی قرار دارند که در کشورهای همسایه نیز رشد. بیش از 1400 گونه مهره‌دار با انواع زیستگاه متنوع و رویشگاه‌های مختلف مانند ارسپاران، زاگرس و هیرکانی در کشور شناسایی شدند که همه آنها دارای تنوع جالب توجه در منطقه هستند. اما در چند سال اخیر به دلایل مختلف که بیشتر آن به فعالیت‌های انسانی مرتبط است، زنگ خطر تنوع زیستی کشور
به صدا درآمده است و موجب نگرانی است. آقای اسماعیل کهرم، بومشناس، معتقد است وضعیت اقتصادی و فقر محیط زیست کشور را به خطر انداخته است. ایشون معتقدند که بیش از 20 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند و این موضوع در بسیاری از مناطق متاسفانه میتواند به افزایش شکار منجر شود. ایشون فرمودن بنده معتقدم در 10 سال آینده حیات وحش ایران به شدت آسیب خواهد دید. همین الان 18 هزار رأس آهو داریم که برای 10 سال آینده بنده به عنوان یک کارشناس همه این آهوان را شکار شده میبینم. 50 سال پیش جمعیت گورخر ایرانی 4 هزار رأس بود. الان به زیر 400 رأس رسیده است. قوچ، میش، کل و بز هم آقابت خوبی ندارن. حتی پلنگ‌ها رو میکشند و بهانه حفاظت از احشام به آنها سم میخورانند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر اقتصاد خراب باشد فاتحه محیط‌زیست هم خراب میشد. تو این بخش در واقع 4 مؤلفه اصلی که نشاندهنده وضعیت محیط‌زیست ایران هست رو خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم که خاک، آب، هوا و تنوع محیط زیستی است. تنوع زیستی. در هر 4 مؤلفه شرایط ما در حال شکننده تر شدن است. تقریبا در مورد خاک الان می‌خوایم صحبت بکنیم. تقریبا بالاترین میزان فرسایش خاک در جهان به نسبت سهم ایران از خشکی‌های روی کره زمین رو داریم. بر اساس گزارش سال 2018 سازمان ملل کل فرسایش خاک در جهان 24 میلیارد تن است و 1/12 این رقم یعنی 2 میلیارد تن در ایران است، در حالی که ایران 1/100 خاک جهان دارد. بنابراین به نسبت سهم میزان فرسایش خاک ایران 8 برابر میانگین جهان است. موضوع وقتی نگران کننده تر میشه که بدانیم برای اینکه در ایران 1 سانتی متر خاک شکل بگیرد به طور متوسط به 800 سال زمان نیاز داریم، در صورتی که رقم متوسط شکل‌گیری خاک در کره زمین 400 سال است. بنابراین وخامت اوضاع در ایران 16 برابر متوسط جهانی است. میزان خاکزایی در ایران بین 1/6 تا 1/7 جابجایی خاک است. منابع ارزشمند خاک ما که مهمترین ریشه‌گاه و دلیل امنیت غذایی ما محسوب می‌شوند، پیوسته در حال کاهش است. اگر خاک حاصلخیز نداشته باشیم، نمی‌توانیم به تولید مواد غذایی مورد نیاز مردم بیتوان باشیم. تقریبا هیچ کشوری در دنیا خاک خودش رو صادر نمی‌کنه، چون فرایند تولید خاک بسیار زمان‌بر است، در حالی که برخی کشورها آب را صادر می‌کنند، چون به هر حال آب را راحت‌تر می‌توانند به دست بیارند، حتی در شرایطی می‌توانند آب را شیرین کنند و یا از اقیانوس‌ها، دریاها اون را به دستش بیارند. اما چنین کاری در مورد خاک عملاً امکان‌پذیر نیست. علاوه بر اینها اغلب تالاب‌های ما در فهرست موترو در خطر نابودی قرار دارند یا کاملاً خشک شدند و خود این تالاب ها به منبع گرد و خاک تبدیل شده. در خصوص آب، سطح سفره های زیرزمینی ما به طور متوسط 2 متر در سال کاهش پیدا می کنه. این مسئله موجب شده با پدیده فرونشست زمین مواجه بشه. در این پدیده در قرن 21 2 بار ما رکورد جهان رو شکستیم. یک بار در سال 2010 در جنوب تهران سازمان زمین شناسی رقم فرونشست را 36 سانتی‌متر اعلام کرد که 4 سانتی‌متر بیشتر از مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک بود. رقم 36 سانتی‌متر یعنی 90 برابر میزانی که در اتحادیه اروپا حد بحران حساب میشه. در اتحادیه اروپا 4 میلی‌متر. ما به این موضوع هم توجه نکردیم تا اینکه 2 سال پیش اعلام شد در منطقه بین فسا و جهرم این رقم به 54 سانتی‌متر در سال رسیده، یعنی 140 برابر شرایط بحران. هم در حوزه فرسایش خاک رکورددار جهان هستیم، هم در حوزه نشست زمین. هر دو مورد باعث شده نرخ بیابانزایی در کشور افزایش پیدا کنه. 35 هزار روستای ما متروکه شده چون حاصل خیزی خاک کم شده. آمار وزارت کشاورزی نشون میده میزان تولید در واحد سطح کشور مدام در حال کاهش. منتها خب ریشه یابی و علت یابی میدونن ریشه‌اش هم چیه، منتها خب کسی بهش توجهی نمی‌کنه. حالا آخر این گزارش من می‌پردازم. در خصوص هوا، آلودگی هوا همچنان یک بحران جدی و نفسگیر است. همیشه دست کم یکی از شهرهای مجزا 10 شهر آلوده جهان است. قبلا فقط منابع آلاینده موتوری باعث آلودگی می‌شدند، الان ریزگرد هم اضافه شده.
گاهی زابل یا اهواز هم در کنار تهران، عراق، مشهد و اصفهان همواره آلودگی‌های شدید دارند. در شماره آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار دارند. 8 میلیارد دلار خسارت آلودگی هوا نفسگیر است. درست است که رسماً اعلام می‌شود 35 هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند، ولی واقعیت این است که وقتی در اتحادیه اروپا اعلام می‌شود 400 هزار نفر و در بریتانیا 50 هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته میشوند، باید شک کرد. جمعیت بریتانیا تقریبا برابر ایران است. استاندارد خودروی آن یورو 6 است و سوخت یورو 6 مصرف می‌کند. حال چطور ممکن است در ایران که فقط 20% سوخت یورو 4 مصرف می‌شود و شاید 10% خودروها استاندارد بالای یورو 4 داشته باشند، فقط 35000 کشته در اثر آلودگی ثبت شود؟ معلوم است که عدد واقعی را اعلام نمی‌شود خاطر نگرانی مردم. در حوزه تنوع زیستی، در این حوزه وضع از حوزه دیگر بدتر است و کمتر به آن توجه میشه، چون برای مردم موضوع مهمی نیست. واقعیت ماجرا این است که تعداد سونداران ما مثل کلب، بز، قوچ و میش، آهو، شوکا به نسبت 47 سال پیش که سازمان محیط زیست تشکیل شد 90% کاهش یافته است. این رقم وحشتناک است و یک فروپاشی به حساب میاد. از 1.3 میلیون رس رسیدیم به کمتر از 200 هزار، آن هم در یک برآورد خوشبینانه. بعضی ها میگویند آمار واقعی حتی کمتر از این. در 4 حوزه محیط زیست اوضاع ما خوب نیست و این موضوع موجب تشدید افسردگی، تشدید آسیب های اجتماعی، افزایش بزهکاری، طلاق و خشونت علیه زنان، افزایش اعتیاد، کاهش سن اعتیاد و غیره می شود. همه اینها روی حوزه اقتصاد تاثیر می‌ذاره، باعث متروکه شدن روستاها میشه و کاهش امید به زندگی. آن چیزهایی که مراتب مهمتر برای مردم و مسئولین ما هم برای مردم و مسئولین هست، متاسفانه هیچ کدوم این مسائل نیست و در واقع انقدر که در فکر مرغ و تخم مرغ و برجام و مسائل دیگه هستن، خیلی کم به این موضوع با رسیدگی میشه و به قول معروف وقتی یک بیمار سرطانی درک نکنه که بیماریش تا چه حد جدی است، امیدی هم به درمانمون نیست. از همه نگران کننده تر اینه که جامعه ما متوجه این خطر بزرگ که دامنش رو گرفته نیست. در همین شرایط نمایندگان مجلس دولت را وادار میکنن 500 هزار هکتار به وسعت کشاورزی اضافه کنن، براضی کم بازده و پرشیب را براضی کشاورزی تبدیل کنن، به عنوان مثال خودکفا بشیم. این یک فاجعه بزرگی است. نماینده ها اصرار دارن به کسانی که چاه زدن مجوز و مجوز نداشتن پروانه بدهن، طرح میدهن به کسانی که به جنگل‌ها تجاوز کردن و زمین کشاورزی ساختن سند بدهن و ما اصلا متوجه نیستیم، آینده را داریم حراج میکنیم و این بسیار غم‌انگیز است. ممنون از توجهتون، مرسی که گوش دادین. من مویل رو رها میکنم، در خدمتتون هستم. ممنون از شما جناب آقای قزلباش. بله دوستان اگر نقطه نظری دارن، خانم روزا جهانبی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنونم از زمانی که به من دادید. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و سپاسگزاری میکنم بابت مطالب خیلی خوبی که ارائه شد توسط عزیزان. اما در مورد بحث محیط زیست ایران و اینکه تا 10 سال آینده چه اتفاق میفته برای محیط زیست ما، همونطور که آقای قزلباش مطرح کردن، مواردی که ایشون گفتن به هر حال بحث خشکسالی و کمبود بارش بود، بحث جنگل ها بود، مسئله ریزگرد ها بود، مسئله بهره برداری بیش از اندازه از سفره‌های آبی زیرزمینی که پیامدش فرونشست زمین بودش، بحث انقراض حیوانات بود و بحث از بین رفتن پوشش گیاهی و همچنین انقراض برخی از گیاهان. اما یه چند مورد هم من میخوام اضافه کنم. یکی بحث سدسازی بی‌رویه‌ای هستش که داره اتفاق میفته با توجه به اینکه حالا بحث خب اون رودخانه ها و بحث منابع آبی ما بارها مطرح شده، اما این بحث سدسازی همونطور که میدونیم قبلا هم در موردش صحبت کردیم، این یکی از مسائلی هستش که در دراز مدت الان که اثرش رو گذاشته متاسفانه، اما در دراز مدت هم اثرات منفی بیشتری میذاره. یکی بحث سیل و سیلاب ها هستش که متاسفانه نمیتونن این بارش هایی رو که اتفاق میفته کنترل کنن
هدایت بکنن و ما میبینیم که به ساختمون ها، به جنگل ها، به پوشش گیاهی و حتی به جان انسان ها داره صدمه میزنه. یه چند تا پدیده خیلی بد و عجیب غریب هم ما داریم. یکی بحث مثلا معدن خاری هستش که داره اتفاق میفته، یکی بحث زمین خاری هستش که داره اتفاق میفته، و یا حتی ما میبینیم که تغییر کاربری داره داده میشه. یعنی فرض کنید زمین کشاورزی رو به هر حال تبدیل میکنن به منطقه مسکونی، به هر حال یه سری کارهای عجیب غریبی میکنن که توی خیلی از کشورها اصلا همچین مسائلی اتفاق نمیفته. یه مورد دیگه بحث آلودگی صوتی هستش. متاسفانه توی ایران این مسئله خیلی پررنگ هست و حتی دو تا از شهرهای ما مثل اصفهان و تهران خیلی این مسئله آلودگی صوتی رو دارن، که خب یکی از پیامدهاش همون بحث اثرش روی انسان که به کنار، اثر خیلی منفی هم روی حیوانات داره. اگر که دوست داشتید میتونید اینو مطالعه کنید و بیشتر آشنا بشین. من به حال به خاطر زمان سعی میکنم که خیلی وارد این قضیه نشم. و به عنوان مسئله آخر هم ما موزل تفکیک زباله رو داریم توی ایران و اینکه خب به هر حال اصلا این زباله ها چجوری از بین برن، چجوری دفن بشن، چجوری به صورت اصولی بخوان این رو مدیریت کنن، این هم یکی از مسائلی هستش که جا داره اضافه کنم. همه مجموعه این مشکلات ضربه میزنه به محیط زیست ما و فکر میکنم اصلا شاید اگر هر کدوم از این قضایا رو بخوایم نگاه کنیم به 10 سال آینده هم نکشه، یعنی خیلی زودتر از این متاسفانه به محیط زیست ما آسیبای خیلی جدی میزنه. ممنونم از زمانی که در اختیار من قرار دادید. مایک در اختیارتون. بله، ممنونم از توضیحات کاملتون. واقعا به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. واقعا تمام اینا دیگه برمیگرده ریشه‌ای به مدیریت ناکارآمد غلط دولت، که دیگه یعنی واقعا یه جوری شده که حتی فقر باعث شده که این بومشناسی که در واقع اومده گفته که اگر که 18 هزار رأس آهو داشته باشیم تا 10 سال آینده وجود نخواهد داشت، یعنی این واقعا خیلی فاجعه است. خب به هر حال دیگه این مدیریت ناکارآمد و غلطی که دارن نه تنها به محیط زیست، خودمون می‌بینیم اخباری که اواخر می‌شنویم، وضعیتایی که پیش اومده کلاً ایران رو به نابودی کشیده. حالا یه بخشش هم می‌تونه محیط زیست باشه. واقعاً جای تأسف داره واقعاً. به هر حال ممنونم. جناب آقای یزدان پناه، بفرمایید، ما در اختیار شماست. خسته نباشید. میگم مجدد ببینید صحبت من در واقع تکمیل کننده صحبت دوستان است، فقط به بیان دیگه من اینو میگم. ببین ما درچه پریشان داشتیم که دوره ریاست جمهوری خاتمی اواخر اون بود که خوش شد و هیچ فکری بالش نشد، یعنی هیچ تمهیداتی برای این قضیه در نظر گرفته نشه که جلوگیری بشه از سایرش، یعنی زمین خودش داره داد میزنه که آقا من نیاز به درمان دارم، به فکر من باشید. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 50مش که شما نگاه کنین دولت موظف میکنه که محیط زیست رو باید حفظ کنی برای نسل بعد، اما به نظر من بزرگترین متخلف محیط زیستی ایران الان خود دولت هست، یعنی مجرم اصلی خود دولت هست، نمیشه گفت مردم به تنهایی. خب مثال میزنم، بختگان خوش شد، ارومیه تقریبا نیمه خشکه، هامون تقریبا خشکه، گاوکونی کامل خشکه، شادگان رو خوش کردن خودشون به ام برای استخراج نفت، خلیج گرگان به خاطر اون مراوداتی که با روسیه دارن نمیان پیگیری کنن که این سدسازی مجازی که روسیه داره میکنه بیان حقابشون رو بگیرن از دریای خزر، 400 متر عقب نشینی دریا یعنی فاجعه، یعنی تقریبا بخشی از میانکاله هم داره نابود میکنه. از اون بر میان پتروشیمی توی میانکاله میسازن، مطمئنا این اولین پتروشیمی نیست و بیشتر از این هم در نظر گرفته میشه که پتروشیمی هم همون میدونیم جز صنایع آلاینده است و صنایعی است که سودش نصیب مردم نمیشه، در واقع فقط آلودگیش سهم مردم است. بعد میان تو ارتوی شهرها رو نگاه میکنیم، میان مازاد سوزی رو خود دولت داره انجام میده توی نیروگاه، مثلا توی عراق مقایسه کنه شازند داره با سایر چند تا نیروگاه دیگه دارن میلیون ها متر میلیون ها لیتر سالانه مازاد مصرف مازاد رو به جای گاز استفاده میکنه، در حالی که من نمیدونم این مازاد یکی از محصولاتی که تو کل دنیا سوزوندنش الان همون چون گفتن یورو 6 دارن میسن، ما در این مازاد میسوزونیم دودش هم میکنیم توی ریه مردم خدا. مثلا این یعنی خود دولت جنایتکاره، یعنی خود دولت مجرم این وسط. ما اصلا باید از خود دولت دادخواهی کنیم که آقا شما به عنوان مجرم کی باید به حساب شما رسیدگی کنه. همین، من باید رها میکنم. ممنون از وقتی که من دادید.
ممنون از شما به خاطر اینکه در واقع تکلیف کردید. بله همونطور که ما میدونیم واقعا همونجوری که خودم گفتم همش مربوط به دولت واقعا آسیبایی که میزنن یعنی ریشش در اونجاست. دوستان اگر نقطه نظری ندارید از سخنان بله جناب آقای قزل باش بفرمایید. خواهش با ما در اختیارتون. من در پیرو و تکمیل حرف دوستمون این نکته بگم که بله دولت دقیقا اون هرم اصلی و سرشاخه اصلی دقیقا دولت است که اگر بخواد خیلی راحت میتونه این مسئله بپردازه. ولی این نکته که من یه ذره ظریف هم اشاره کردم توی این گزارش بهش بحث شناخت و دغدغه خود مردممون هم هست. یعنی من قبول دارم که دولت باید این کار رو انجام بدهد ولی من میگم مردم خودمون هم خیلی میدونین عامه مردممون خیلی دغدغه‌شون این مسائل نیست، خیلی حق حقوقشون رو شاید نمیدونن، شاید نمیدونن واقعا داره چه اتفاقاتی میفته. مثلا این تالاب‌هایی که شما اشاره کردین از 85 میلیون ایران چند نفرشون واقعا شاید بدونن این همه تالاب خوش شده. یه قسمت هم میگم اینه، یعنی یه کاری که ما شاید یکی از رسالت‌های ما شاید واقعا همین باشه که این آگاه سازی رو در واقع به آدم‌ها بدیم، به همان خودمون، به هموطنان خودمون بدیم که حق طلبی بکنن و بخوان و بدونن حداقل که حقشون چیست و وقتاً به دولتی به خودش باشه هیچ کاریش مو انجام نمیده. ممنون از شما. مثلا ببینم اشاره ما رو رحم. ممنون ازتون. تشکر. اگر که دوستان نکته نظری ندارن میریم سراغ سخنرانی بعدیمون. خانم فرشته خیام حسینی، حیوانات در حال انقراض ایران و دلایل نابودی آنها. ما در اختیارتون رو بفرمایید. درود احترام خدمت همه دوستان حاضر در جلسه و همه بینندگان عزیز در یوتیوب. من امروز میخوام در مورد حیوانات در حال انقراض ایران و دلایل نابودی آنها صحبت کنم که یکی از نگران کننده ترین مسائلیه که باز هم برمیگرده به تمام صحبت مخصوصا صحبت آقای قزل باشد. یکی از نگران کننده در عوارض مدرنیته در عصر حاضر انقراض حیات وحش و آسیب‌های وارد شده به طبیعت و زندگی جانداران مختلف به شماره که به دلیل دخالت‌های انسان در اکوسیستم و فرهم زدن تعادل آن ایجاد شده. در ادامه ضمن بررسی دلایل این اتفاق و ضرورت پیشگیری از نابودی طبیعت به معرفی حیوانات در حال انقراض به ایران میپردازیم و برخی از اونا رو براتون معرفی میکنم. اگه نگاه دقیقی به طبیعت و حیات جانوری در سراسر جهان بیندازیم خواهیم دید که هر جا انسان حضور فعال داره و دخالت بیشتری در طبیعت کرده در آن محدود شاهد آسیب‌های بیشتری به طبیعت و زندگی حیوانات بودیم و همین دلیل هر وقت صحبت پیشگیری از نابودی طبیعت و نجات حیات وحش به میان میاد بیشترین و اصلی ترین توجه کارشناسان به کنترل رفتارهای غلط انسانی در جای دنیا مرتوب میشه. یه سری از دلایل اصلی اینجا به صورت خلاصه اومده که من برای شما توضیح میدم. یکی از اصلی ترین مورد شکار بی‌رویه و غیرقانونی، شکارهای غیرقانونی و بیرویه در طبیعت از جمله مهمترین دلایلیه که ضمن تهدید حیات گونه‌های مختلف حیوانی به افزایش آمار حیوانات در حال انقراض نیز دامن زده. با وجود سختگیری‌ها و تدابیری که در زمینه کنترل شکار حیوانات در مناطق مختلف صورت گرفته همچنان شاهد به روز این اتفاق در سراسر کشور هستیم و این موضوع خبر از آینده غم‌انگیزی در آینده نه چندان دور داره و متاسفانه هر روز شاهد اخبار زیادی توی این زمینه هستیم. مورد بعدی آسیب طبیعته. متاسفانه باید بپذیریم که انسان همواره بلای جان طبیعت بوده و با وارد آوردن آسیب‌های مختلف زیستگاه طبیعی جانداران تأثیر بسیار مهمی در انقراض حیات اون داره. آلودگی های ایجاد شده در طبیعت و از بین بردن پوشش گیاهی از جمله مهمترین دلایلی هستند که تأثیر بسیار زیادی در نابودی حیات جانوری دارند. از دیگر دلایلی که برای بروز
عدم تعادل در اکوسیستم و تهدید زندگی جانوران میتوان نام برد. کاهش قابل ملاحظه پوشش جنگلی، جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، وارد آمدن آسیب به اونا جز مهمترین تصمیماتیه که دولت‌ها و مخصوصا دولت ایران برای پیشگیری از نابودی طبیعت روی اون باید متمرکز باشن و تلاش بسیاری باید روی این زمینه داشته باشن که متاسفانه طبق صحبت تمام دوستان دولت به هیچ عنوان این کار نمی کنه و متاسفانه در تخریب جنگل‌ها خود دولت نقش اصلی را داره. افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای و گرم‌تر شدن زمین. گرم شدن زمین و خطراتی که این اتفاق برای زندگی حیوانات مختلف پدید می‌آورد از نگران کننده ترین مشکلات اصل حاضر به شما رفته و مهمترین دغدغه فعالان محیط زیست نیز تبدیل شده. روزنامه گاردین در سال 2009 به معرفی گونه‌های در حال انقراض در سراسر دنیا پرداخت که نام لیستی که ارائه دارن لیست قرمز یا رید لیست معروفه که ایران هم جز مهمترین کشورهای این لیست به چشم میخوره. حیوانات در حال انقراض ایران خود ما هستن. در حال حاضر 151 گونه در فهرست هستن. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت 1023 گونه مرغ‌دار در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد حدود 151 گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌های در خطر معرض انقراض ثبت شدند. اولین اقدام عاجل سازمان حفاظت محیط زیست بازنگری فهرست طبقه بندی گونه‌های جانوری است تا آخرین فهرست سرخ‌گونه های جانوری را در سطح ملی استخراج کنند. دومین اقدام شکار و صید هم قانون شکار و صید هم که در سال 1346 تصویب شده بود نیاز به بازنگری دارد و به قانون نظام جامع تحول زیستی تبدیل شود. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت البته قرار شد که برای 20 گونه جانوری که باید بیشتر به آنها توجه شود برنامه عمل تهیه شده که بر این اساس برای تعدادی از آنها مانند خرس سیاه، گوزن زرد ایرانی، پلنگ و میشمو از سال 1396 برنامه عمل تدوین شده و در حال اجرا است. برای 11 گونه مانند گورخر، اردک سرسفید، چوکا و افعی لطیف هم برنامه عمل تدوین و نهایی شده و از سال 1401 اجرایی می شود. همچنین برای 7 گونه دیگر مانند مرال و انواع خفاش ها، کاراکاک، تفدار و سمندر کردستانی هم تدوین برنامه عمل پیشبینی شده که در سال 1401 تهیه و تدوین و بعد از آن اجرایی می شود که البته فعلا در مرحله آخر تحقیقات و بررسی قرار دارد. در ادامه من لینک کامل این خبر به دلیل اینکه خیلی طولانی بود حتما قرار میدم و چون این خبر کاملا بروز شده است. از نگاهی اگر نگاهی به زندگی جانوری در سالهای گذشته بیندازیم خواهیم دید که بسیار از حیوانات در کشور دیگر وجود خارجی ندارن. همطور که دوست عزیزم فرمودن یکی از مهمترینشون شیر ایرانیه که متاسفانه هم نسل‌های من فقط یه عکس‌هاش و یا عکس‌های نقاشی‌ها و یا عکس‌های فوق‌العاده قدیمی از اون ممکنه دیده باشن و برای دیدن آنها باید در میان صفحات کتاب‌ها و مجلات مختلف به دنبالشون بگردیم. در ادامه با تعداد خلاصه از این حیوانات شما را آشنا می‌کنم. یکی از معروف‌ترین‌هاشون یوز پلنگ ایرانی است که مدت‌هاست خبرساز همه شبکه‌ها بوده. یوز ایرانی که 2000 سال قبل در بیشتر مناطق آسیا زندگی می‌کرده، یکی از مهمترین حیوانات در حال انقراض ایران به شمار رفته و کمتر از 60 قلاده از آن در حال حاضر در کشور ما وجود دارد. طبق آمارهای غیر دقیق در ارتباط با یوز ایرانی، تعداد آنها کمتر از 40 نفر است. این آمار هیچ جا با هم برابر نیست. ولی در کل میگن جایی که از هر حیوانی 40
40 نفر کمتر باشه یعنی حیوان در خطر قرمز قرار داره، در خط قرمز. و این تعداد یعنی خطر نابودی این گونه. اطلاعات اخیر درباره زایمان ایران روز ماده که 3 توله بدون آورده بود، یکی از توله ها بعد از 4 روز و دیگری پس از 18 روز تلف شد که به دلیل اشتباهات فاحشی از قبیل زایمان سزارین و بیروشی کامل مادر، لمس توله ها بدون دستکش در هنگام زایمان که باعث شده بود مادر توله ها را نپذیره، شیردهی اشتباه توله ها که باعث تلف شدنشون شده بود، شیر نامناسب، تشخیص اشتباه جنسیت توله ها که همگی نشد از عدم اطلاعات درست از حیوان مورد نظر و عدم دامپزشک متخصص میشه. گونه دیگه گربه پالاس. گربه پالاس که از گونه های خاص این حیوان به شما رفته و با موهای پشت و بلند در شناخته می شود، از دیگر حیوانات در حال انقراض کشور محسوب می شود. این حیوان به خاکستری رنگ که گاهی متمایل به قرمز و زرد می شود، از جمله حیوانات بومی کشور است که نگرانی های زیادی در ارتباط با انقراض آن وجود دارد. سیاه‌پوش یکی از سریع ترین گونه های گربه در جهان به شما رفته که متاسفانه ممکنه تا چند وقت دیگه برای دیدن یک سیاه‌پوش شاید در واقع وحش های کشورهای دیگه ما مجبور باشیم اونها بررسیم دنبالش بگردیم و در نواحی نیمه بیابانی و بیابانی زندگی میکنن. این گربه خالدار مذهب میخوام که دوم بسیار کوتاهی نیست داره، از جمله حیوانات در حال انقراض کشور به شما می رود و چنانچه تعبیری لازم اندیشیده نشود به زودی شاهد انقراض آن خواهیم بود. پلنگ ایرانی طبق گزارش های منتشر شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، پلنگ ایرانی در رده حیوانات در حال انقراض ایران طبقه بندی شده. این حیوان در کشورهای مانند ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قفقاز و غیره نیز زیست کرده و آمارها حاکی از کاهش قابل ملاحظه تعداد این گونه در کشور ایران است. گوزن زرد ایرانی از دیگر حیواناتی که با خطر انقراض حیات روبرو بوده و دلیل آن نیز به آسیب‌های وارد شده به زیستگاه های این حیوان مربوط می شود. کارشناسان برای جلوگیری از انقراض این حیوان به دنبال روش های برای پیشگیری از نابودی طبیعت و محیط زیست گوزن بسیار زیبا هستند. روباه ترکمنی یا گرزار، جثه کوچک، دم کوتاه و دست و پاهای نسبتاً بلند از جمله بارزترین مشخصه های ظاهری این حیوان در حال انقراض محسوب می شود. زیستگاه اصلی این حیوان بسیار زیبا و شبگرد که در سالهای اخیر با خطر انقراض حیات روبرو شده، مناطق ترکمن صحرا. یکی از مهمترین های دیگه پوک خزری، تنها پستاندار آبزی دنیا، از پستاندار نادر آبزی دنیا که فقط میتوان آن را در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن پیدا کنید، زید بیرویه و به هم خوردن شرایط زیستی پوک خزری، این جانور زیبا را در خطر انقراض قرار داده. این فرد تنها پستاندار دریای خزر به شما مالد و در صورت نابودی آن به اکوسیستم دریای خزر آسیب جدی وارد می شود. و در آخر لاک پشت فوزوغابی. این لاک پشت ها که به شدت در خطر نابودی قرار دارند، به کمک فوزوغابیش غذای اصلی خود اسفنج دریای ایران از میان مرجان ها بیرون می آورد. در ایران زیستگاه این لاک‌پشت خلیج فارس است و در ساحل تخم گذاری می کند. استفاده از تخم این جانور باعث شده که در معرض انقراض قرار بگیره. من همه اینا را هر کدوم از اینا بسیار توضیحات زیادی داشتم و در مورد زیستگاه هاشون، در مورد به هم خوردن اکوسیستم ها محیطیشون خیلی توضیحات زیادی بود و من دیگه سعی کردم مختصر بکنم که وقت جمع بیشتر نگیرم و تمام این مطالب ذکر شده متناقض با اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست به نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط
زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملاحظه پیدا کند ممنوع است، که باز هم متاسفانه همه اینا برمیگرده به مدیریت اشتباه و تماما به خود دولت. سپاس فراوان از اینکه به من گوش کردید و این وقت رو در اختیار من گذاشتید. من مایکرو بها میکنم. ممنون از شما به خاطر اطلاعات کامل جامعی که دادید در خصوص انقراض گناه جانوری. جناب آقای یزدان پناه بفرمایید. ما خسته نباشید. تشکر از سخنرانی خوب همکارمون. فقط یه نکته رو من متوجه نشدم، فرمودم که واحد واحد شمارش قلمکار فرمودن نفر، فکر کنم منظورش قلاده بود احتمالاً، اینه چون با عجله خوندیم. یکی هم این که یه نکته خیلی مهم در انقراض حیوانات که شاید تو درسات بعدی دوستان بخواد بهش بپردازه، جزیره شدن زیستگاه است، به خصوص در خصوص چون جزیره شدن باعث میشه که تنوع ژنتیکی از بین بره. این قضیه مخصوصا در جانورانی مثل گرد سارا، مثل یوز پلنگ ها و پلنگ ها تأثیر فوق العاده بسزایی داره، که باز هم برمیگرده به اینکه سیاست های کلان دولت، حالا اون دولتی که داره، منظورم حالا ایران یا هر جای دیگه باشه، که بدون مثلا فرضاً تو ایران معدن کاوی های بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی، مجوزایی که صادر میشه، اسکان مثلا عشایر که بوده که با ساخت شهرها و شهرک های زیادی بوده که شاید اصلا مسائل زیست محیطی یا انقراض حیوانات درش در نظر گرفته نشده، و همین مسئله باعث شده که امروز ما شاهد این هستیم که بعضن آماری که شما اعلام کردین، بعضی از کارشناسان میگن تعداد یوز پلنگ هایی که در ایران هست شاید کمتر از انگشتان دست باشه، یعنی این چیزی که حالا موثق هم نیست، هیچ کس نمیدونه دقیقاً، اما تعداد پلنگ ها تقریبا همون چیزیه که شما فرمودین، یعنی آمار بازمون هم میگن دقیق نیست، چون این جانوران یک گستره خیلی وسیع از زیستگاه خیلی وسیعی دارن، و بازم میگم این جزیره شدن یک بحران خیلی بزرگی که فقط و فقط هم نتیجه دخالت انسان در طبیعت بوده که باعث شده که این حیوانات از بین بره، از بین برن. من مایک رو رها میکنم. ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از شما جناب آقای یزدان‌پناه. دوستان اگر که نکته نظری دارید بفرمایید که مایک رو براتون آزاد. بله خیلی ممنون از شما. در واقع میریم سراغ بحث آزادمون که در رابطه با خشکسالی هست، و خشکسالی تو دقیقاً مسئله خشکسالی و روز جهانی بیابانزایی در سال 1994 مجمع سازمان ملل 17 ژوئن رو مصادف با 27 خرداد رو روز جهانی مبارزه با بیابان‌زدایی اعلام کرد. این به خاطر این بودش که افزایش در واقع اون ترویج آگاهی و افزایش عمومی مردم بره بالا، و در واقع اون اثرات خشکسالی که کشورها باش مواجه هستن رو بررسی کنن. به خاطر همین این روز رو اومدن نامگذاری کردن و در واقع به عنوان خشکسالی و بیابان‌زدایی در نظر گرفتن. حالا خشکسالی خب میدونیم که تو این چند سال اخیر به خاطر اتفاقایی که افتاده، اصلا جنگ شده، تظاهرات شده، چه وضعیتی داره خشکسالی که همون علتش همون کمبودهای آب هستش. میخواستم بپرسم از دوستان علتهای خشکسالی رو میتونن عنوان کنن؟ در واقع یکیش که خب مدیریت غلط منابع آب هستش، و یکی دو مورد دیگه اگه دوستان میدونن مشارکت کنن. ممنون. سپاس از وقتی که من ببین. مسئله خشکسالی مسئله امروز و دیروز ایران یا کره زمین نیست. تحقیقاتی که توی جیرفت نشون داد، باستانشناسان تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که کویر مرکز ایران قبلا شاید یه دریاچه خیلی بزرگ بوده، و اینو خیلی روش تاکید دارن، برای اون چیزی که باعث این شده تغییرات اقلیمی بوده. اما اون چیزی که فرای از تغییرات اقلیمی، خب ما داریم دامن میزنیم به تغییرات اقلیمی، یعنی سرعتش داریم افزایش میدیم تغییرات اقلیمی، با افزایش گازهای گلخانه، مصرف بیشتر سوختهای فسیلی، گسترش صنعت دامداری که باعث تولید، یکی از عاملی مهمترین عامل تولید گاز متان به حساب میاد که اون در افزایش گازهای گلخانه خیلی تاثیر داشته، و در واقع یه
یه دلیل خودسازی خود ما انسان ها هستیم و دلیل همه اینها فقط تو یه جمله خود رشد بی رویه جمعیت. شما ببینید از بعد از جنگ جهانی دوم جمعیت دنیا فکر کنم چندین میلیارد بیشتر شده، حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی خب اینا نیاز به غذا دارن، غذای بیشتر یعنی مصرف آب بیشتر برای کشاورزی، مصرف آب بیشتر برای زندگی روزانه مثل دوش گرفتن، شستشو و هر چیز دیگه، مصرف آب بیشتر برای تولید بیشتر در کارخانه ها، حالا هر چیزی میتونه باشه. این یکی از دلایلشه که یعنی من به نظر من عامل اصلیش که داره سرعت میده به این پدیده میتونه همین رشد بی‌رویه جمعیت باشه به عنوان عامل مادر، شاید بشه عنوان. حالا شاید دوستان بتونن موارد دیگر رو عنوان کنن، من وقت رو میدم به سایر دوستان. بله خانم کیا در خدمتتون هستیم، وقت دقیق داره شما. درود و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. خدمتتون عرض کنم در رابطه با بحران آب توی ایران و علل خشکسالیش، من فکر میکنم مهمترینش مدیریت غلط منابع آبه که فقط مدیریت بهره برداریه، نه مدیریت حفظ و ارتقاء ذخایر. یعنی هرچی آب زیرزمینی هستش اینا دارن میکشن و نه آبی ذخیره میشه نه مدیریت تولید آبی دارن، هیچی ندارن. یکی هم مدیریت غلط زراعت و باغبانیه که توی همه کشاورز هست. مثلا سیفیجاتی که میکارن مثل هندونه یا خیار یا بقیه سیفیجات، اینا آب زیادی میخواد ولی میبینید که به نسبت بقیه میوه‌جات خیلی ارزون فروخته میشه. این نشون دهنده کم ارزش بودن آب برای باغبانی و کشاورزی. از روش‌های غلط آبیاری استفاده میشه توی بخش کشاورزی که من خدمتتون عرض کردم. بعد بوته‌زارا و جنگلا رو خیلی قطع کردن توی این چند ساله، مراتع رو تخریب کردن، خیلی از حیوانات بیش از حد توی پوشش‌های گیاهی چرا می‌کنن و همینطور توسعه بی‌رویه شهرسازی غلط، یعنی جایی که کشاورزی شده یا جنگل دارن خرابش می‌کنن، حالا چه قانونی چه غیر قانونی میان ساختمان‌سازی می‌کنن، ویلا می‌سازن، در واقع باغ و روستا و همه حاشیه شهرها رو دارن خراب میکنن و ساختمون سازی میکنن. یکی دیگه هم خب کویر هستش، کویر خیلی آب تب توی کویر آب زیاد تبخیر میشه. من فکر میکنم علتاش عمده ترینش اینا هستش تا جایی که من به نظرم میاد. سپاس از وقتی که به من دادید، مایک رها. سپاس از شما. بله مواردی که اشاره کردید کاملا درسته. یکی از موارد خیلی مهم در واقع افزایش دمای کره زمین هستش که خب قطعا تو ایران هم این اتفاق افتاده و به خاطر اینکه این چند ساله ما بارش زیادی نداشتیم خب خشکسالی اتفاق افتاده متاسفانه. ولی خب این خشکسالی اثرات دیگه هم داره که روی منابع آبی میذاره. این یکیش مثلا خود این خشکسالی باعث میشه که سفره‌های آبای زیرزمینی کلاً از بین بره و به خاطر دوباره همون مدیریت غلط و برداشت‌های اضافه‌ای که داشتن اونها هم به خطر افتاده و دیگه در واقع آبای زیرزمینی هم تا چند سال بعد نخواهیم داشت. من مایک رو در اختیار خانم جهانبین میذارم. بفهمید مایک در اختیار شماست. خیلی ممنونم. من از صحبت دوستان یه چیز خیلی جالبی متوجه شدم که دوست داشتم در واقع هم صحبت آقای یزدان‌فنا و هم صحبت خانم کیا رو با هم دیگه ترکیب کنم و یکمی پررنگ‌تر مطرحش کنم. آقای یزدان‌فنا گفتن که خب به هر حال مسئله افزایش جمعیت باعث میشه که مسئله خورد و خوراک هم بیشتر بشه و این مسئله آبی رو در واقع درگیر میکنه، در واقع آب رو درگیر میکنه. از طرف خانمی که اشاره کردم به بحث کشت و کشاورزی و اینکه کشاورزی هم درگیر این قضیه میشه، در واقع
صحبتشون جالب بود از این بابت که شاید واقعا اصلی ترین مسئله ای که الان توی ایران هست همین باشه، اینکه وقتی که افزایش جمعیت اتفاق میفته خب نیاز به خوراک، تامین خوراک هم بیشتر میشه، در نتیجه کشاورزی و تامین غذا و کشت هم بیشتر میشه و از اونجایی که خب به هر حال کشاورزان ما خیلی اصولی نمیتونن کار بکنن، حالا علمشو ندارن، وسایل استانداردشو ندارن و حالا به هر دلیل دیگه ای، این محصولاتی که کشت میشه خب خیلی آب زیادی مصرف میکنه که یکی از محصولاتی هم که اگر یادتون باشه چندین بار در موردش اخبار مختلفی رو مشنیدیم و مطرح شد بحث برنج بود، چون که برنج هم جز اون در واقع خوراکی هایی هستش که آب خیلی زیادی رو برای کشتش نیاز هست و مصرف میشه. من فقط این نکته خیلی برام جالب بود که دوست یه جورایی تکمیل کننده حرف همدیگه بودن و دوست داشتم که منم مطرح کنم. اما در مورد حالا بقیه قضیه آب و خشکسالی، یکی از چیزهای دیگه هم که داره ضربه میزنه این بحث انتقال آبها هستش بین شهرهای مختلف ایران. اینکه خب ما میبینیم که مثلا توی یک شهری مثل یزد که حالت کویری داره یا بعضی از استانهای ما که حالت کویری داره و درگیر خشکسالی بیشتری شدن، حالا به خاطر اینکه اون رودخونه یا دریاچه یا تالاب اون منطقه خشک شده، میان از با یه راه‌های خیلی غیر اصولی مثل انتقال مثلا آب از خلیج فارس دارن آبکشی میکنن، تونل میزنن، تونل آبی میزنن و اقلیم رو به هم میزنن و به هر حال این هم پیامدهای آبی خیلی بدی رو برای کشور ما شروع کرده و در آینده هم حتما بیشتر از این متاسفانه ما شاهدش هستیم. مرسی. مارک در اختیارتون خانم آقا بگی. ممنون از شما، توضیحاتتون خیلی کامل و دقیق بود. جناب آقای علی برومند، مارک در اختیار شماست، بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز. من یه نکته می‌خواستم بگم و اون که وقتی راجع به آب و خشکسالی در ایران و کلا در دنیا صحبت میشه، خب کسی که کره زمین رو نگاه بکنه می‌بینه پر از آبه و میگه خب این چقدر، این صحبتی که داره میشه چقدر صحبت خنده‌داریه، این همه ما آب داریم پس میایم بعد میگیم آب کمه. یه نکته فقط باید دقت بکنیم که این آب منظورمون آب قابل شرب و قابل استفاده برای انسانه، یعنی آبی که در دنیا هست. خیلی ما خیلی اقیانوسا داریم، دریا الان ما شمال ایران دریا خزر رو داریم، پایین خلیج فارس، ولی متاسفانه قابل استفاده نیست به خاطر اینکه آب شرب نیست. یه مسئله، یه مسئله هم که پیرو حرف دوستان و صحبت و فرمایشی که دوستان داشتن، وقتی به این موضوع میخوایم نگاه کنیم باید به عرضه و تقاضا نگاه کنیم. ما الان چیزی به نام بحران آب یا بحران خشکسالی در ایران نداریم، ما در واقع ورشکستگی آبی داریم. در واقع آب مقدارش محدوده و هر روز داره تقاضاش اضافه میشه، همین فرمایشی که دوستان قبل داشتن راجع به جمعیت و این تقاضایی که باعث میشه که مصرف، چون ما فرهنگ مصرف نداریم چه در صنعت چه در کشاورزی چه در شخصی، یعنی افراد ماهای کسایی که دارن از آب استفاده میکنن هم فرهنگ استفاده رو ندارن و این جمعیت، این تقاضا داره زیاد میشه ولی عرضه همون مقدار مونده و این ورشکستگی اسمش، یعنی اصلا الان دیگه قابل ترمیم نیست، یعنی جوریه که دیگه عملا باید بگیم که فاجعه ایه که دیگه اتفاق افتاده و باید منتظر عواقبش باشه. و از این خنده دارتر اینه که به جای اینکه بیان فرهنگ سازی بشه تو مملکت ما، مراجع و کسایی که به هر حال میخوان این قضیه رو خیلی بیان که خیلی استادم هستن، هر مشکل تو مملکت پیش میاد یه جوری ازش ماهیگیری میکنن، میان میگن این کم بوده بارش به خاطر عدم تداعی، عدم اعتماد، ایمان مردم به ایمانشونه، نه دین به مردم، به دین و به اسلام و اینا، اگه نماز بخونن فلان کنن همه چی درست میشه. به این از این قضیه خوشسالی و از این مشکلاتی که ما تو ایران داریم، به جای اینکه فرهنگ سازی بشه درست بیان به مردم بگم چجوری از آب استفاده کنید، چه مشکلاتی هست، میان تازه از به نفع خودشون قضیه رو میکشینن به سمت اسلام و به سمت اینی که اینا از تداعی از اسلام دور شدن، این مشکلات داره برای مملکت پیش میاد. من مایک رو رها کنم، متشکرم. ممنون از شما جناب آقای جعفری. ما در اختیارتون هستیم، بفرمایید. با سلام و مجدد در تکمیل صحبت دوستان، حالا مطالب خیلی خوبی ارائه شد.
خب عوامل زیادی هست، از جمله تبخیر هست، افزایش دما هست، کمبود بارش ها هست، استفاده از آبهای بیروی، استفاده کردن از آبهای زیرزمینی هست، کشاورزی سنتی هست، مدیریت آب هست، که حالا من به یکی دو تا موردش به اصطلاح اشاره بکنم. یکی بحث کشاورزی سنتی، ما الان اتفاقا این صحبتی که آقای برومند کردن که آب وجود داره ولی ازش استفاده نمیشه، نه، تکنولوژی استفاده ازش ما نداریم و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون به همین بحث کشاورزی صنعتی الان در کشور مثلا هلند جوری وجود داره که به صورت جزایری که رو سطح آب ایجاد کردن و حتی چند طبقه هستش، یعنی از همون آب دریا دارن به اصطلاح استفاده میکنن از وسیله تکنولوژی و محصولات کشاورزی تولید میکنن که چندین برابر به اصطلاح کشور ما، با اینکه مثلا هم وسعت کمی داره و هم جمعیت کمتری داره، ولی خب اونا با توجه به این استفاده از تکنولوژی صحیحی که به اصطلاح وجود داره. و یه بحثی هم هست که ما یه استادی داشتیم میگفتن که هر جا که هر سوالی که به اصطلاح داده شد در ارتباط با قضیه روانشناسی، اگر بگین که مشکل روحی روانی، یعنی اصلا از هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، بالاخره یه نمره تعلق میگیره. ولی نمره عمده‌ای که به اصطلاح به این قضیه تعلق میگیره تو کشور ایران، همون بحث مدیریت آب هست. من خیلی برام عجیب بود که مثلا رئیس بانک کشاورزی لیسانس زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی بود. حالا این فقط چون دنبالچه اینه داشت که مثلا کشاورزیه، اومده بودن گذاشته بودنش رئیس، در صورتی که اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. خب وقتی که یه قضیهی تا این حد مشکل هست، یعنی این که مدیریت یه مدیریت صحیحی نیست، متاسفانه این معضلات و این مشکلات عدیده پشت سر هم پیدا میشه. ببخشین از این که مایک در اختیار من قرار دادیم، فقط من یه مطلبی رو باز من باب مزاح عرض کنم. یه فردی مراجعه کردن به دکتر، بعد گفتن که من بواسیر دارم و مشکلم به اصطلاح اینه و اینجا درد داره. دکتر معاینه کرد، گفت که اینجا درد داره، گفت نه، یه مقدار به اصطلاح رفت بالاتر، گفت اینجا درد داره، گفت نه، رفت بالا تا جایی که رسید به تقریبا زیر گلو، گفت که اینجاست، گفت آره درد اینجاست. ما مشکلمون دقیقا همینه، یعنی این بحث مدیریته، مشکل اصلی از مدیریت هست، ولی خب دارن پایین دست دنبال شاخ و برگ و مسائل اینجوری میگردن. ببخشین از این که من وقت رو گرفتم، از این که مایک که در اختیار من قرار دادید ممنونم. سپاس از شما جناب آقای جعفری، ممنونم. آقای قدر باش، ما تحصیل رسونه بفهم خواهش. بله، عرض به خدمتون، من دقیقا همین نکتهی که جناب جعفری بهش اشاره کرد میخواستم اشاره بکنم، که ما به نظر من حالا تمام صحبتهایی که دوستان گفتن درست و به جاست، بحث کشاورزی، بحث خوشسالی بخاطر کاهش بارندگی و افزایش دمای کل کره زمین، در واقع بخاطر فعالیت‌های صنعتی و افزایش دما، اینا همه اینها هست، بله، ولی به نظر من هم ریشه اصلی و عمده خوشسالی توی ایران بخوایم بررسیش بکنیم، کار به دنیا نداریم، توی ایران واقعا به نظر من هم سوء مدیریت، با جان جعفری من موافقم، کما اینکه ما میتونیم ببینیم مثال های بالعکس این رو، مثلا کشوری مثل عربستان، آیا اونها کم آبتر و خوشترن یا ما؟ خیلی ساده است دیگه، یعنی ما این همه رودخونه و حالا دو تا دریا، یه دو دریا شمالی دریا جنوب، این همه رودخونه و اینا داریم، این همه در واقع دریاچه هم داریم و تالاب، ولی تو عربستان خب نداریم هم چیزا رو، ولی نوع مدیریت تفاوتی رو ایجاد داره میکنه که ما
تقریبا 7-8 سال آینده شهرکی رو در عربستان خواهیم دید که اصلا در دنیا بی نظیره. با تکنولوژی و با مدیریت و با دانش دارن کاری رو انجام میدن در اون در واقع بیابان برهود که همه چیز دارن دیگه، هم کشاورزی دارن همه چیز دارن. یا اینکه هلند رو که آقای جعفری اشاره کردن به همین ترتیب دین دارن از منابعشون درست استفاده میکنن. یا مثلا تو کشورهای دیگه ما الان بحث باربری ابرها رو داریم، ابرها رو که دیگه از ما نگرفتن، که دارن روی این قضیه به شدت کار میکنن و در واقع خیلی از کشورها رو دارن اینو اجرایش میکنن. حالا چند سال پیش توی ایران اومدن اینو اجرایش کردن، باربر کردن سمت کرمان، سمت کبیر روز رو خواستن در واقع باران بباره، رفت افغانستان و سیل بود. دانش رو این رو درست نداریم، یعنی یه چیزایی هی یه گازی به اون میذارن یه گازی به اون میذارن. یا مثلا همین هلند در واقع من خودم از نزدیک شاهد این بودم، بود 9 سال پیش توی منطقه چابهار میخواستن یک بزرگترین گلخونه خاورمیانه رو درست بکنن که با کمترین آب، حتی تصفیه آبش رو هم از خود در خلیج فارس در واقع میگرفتن و صادراتی که داشت به خاطر نزدیک بودن چابهار به قطر و عربستان و امارات، هم در نظر سوداوری هم در نظر کاهش در واقع آب و هم از نظر افزایش تولید، ولی خب نمیخوان دیگه، نمیکنن، چیزهایی رو هم دارن و ازش استفاده نمیکنن. به نظر من حداقل توی ایران اگر بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من هم طریقه مدیریت غلطی است که آقایون دارن انجام میدن، ولی خب خیلی میتونستن بهتر از این انجامش بدن. ممنون از شما، موقع رو رهاوی. ممنون از آقای قزلباش. من یه نتیجه گیری کلی میکنم، در واقع نتیجه کمبود آب در ایران میتونیم بگیم که عدم دسترسی مردم به آب، که خیلی واضحه، همون نبودن در واقع آبهای زیرزمینی برای کشاورزی اینا هست که خودش باعث دوباره موردش تخریب محیط زیست میشه و همون مرگ و میر در واقع جانوری و گیاهی اتفاق میفته، بیابان زدایی میشه و در واقع هم ایجاد گرد و غبار میشه، کاهش محصولات میشه و پیامدهایی هم که داره در واقع وقوع جنگ میان شهرها میشه و مرگ و میرای انسان ها میشه. ولی خب همه اینا باز برمیگرده به همون سوء مدیریت، چون به هر حال کشور ایرانی کشوریه که غنیه واقعا، ولی خب چه سیاست هایی میشه به کار بود در واقع که اینا حل بشه؟ مثلا ببینم از دوستان چیزی به نظرشون میرسه. ممنونم. من مایک رو در اختیار خانم جهانبین میذارم بعد که بریم برای راهکارها. خیلی ممنونم. من اول میخواستم که با اجازتون در مورد خود روز جهانی مبارزه با بیابانزدایی و خشکسالی این مسئله رو بگم که متاسفانه خود گرامی داشته این مناسبت توی ایران خیلی گنگه. شاید حالا پیرو صحبت دوستان که مسئله فرهنگ سازی رو مطرح کردن، بحث آموزش هستش که ما میدونیم خیلی ضعیف هستیم توی این بخش، شاید اگر همچین مناسبت هایی توی ایران به هر حال بیشتر شناسونده بشه به مردم، خب خیلی کمک بیشتری میشه به مردم و اون فرهنگ سازی، اون آموزشی که ما دنبالش هستیم رو بهش میرسیم. اما یه مسئله هم دوست داشتم اینجا بگم. بیابانزایی، وقتی که ما منظورمون از مبارزه با بیابانزایی، منظورمون این نیست که الان اگر ایران بیابانهای طبیعی داره خب ما بیایم اینا رو تغییر کاربری بدیم و نابودشون کنیم و توشون درخت بکاریم و گل و بلبل و به هر حال اینا رو سرسبز کنیم. منظورمون این نیست. منظورمون این هستش که در واقع دقیقاً برعکس این قضیه، یعنی اگر که یک منطقه‌ای سرسبز جنگله و به هر حال پوشش گیاهی مناسبی داره و به خاطر عملکرد نامناسب انسان داره از بین میره و تبدیل به بیابون میشه، ما باید با اون مبارزه کنیم. و این یه برداشت غلطیه که من بعضی وقتا به هر حال شنیدم و دیدم که فکر میکنن اگر یک منطقه‌ای بیابون طبیعی هستش پس باید اینو تغییر کاربریش بدیم و سرسبزش کنیم، کما این که خب ما میبینیم که بعضی وقتا این اتفاق میفته و حتی اون کارهایی که فرض کنید مثلا مالچ پاشی میکنن اینا اشتباهه، اینها حرکاتی هستش که واقعا مطالعه روشون انجام نشده و
به اون خاک اون منطقه و به حیوانات اون منطقه آسیب میزنه. اما در مورد صحبت شما خانم آقا بیگی، یکی از مسائلی که میشه انجام داد در مورد بیابانهایی که وجود دارن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینی که الان داره کار میشه، میشه بحث توریستی و گردشگری رو اضافه کرد، چون که میدونید در مناطقی که بیابان هست و کویر هست، خب به هر حال غروب خیلی زیبایی داره، شب خیلی زیبایی داره و میشه از نظر توریستی و گردشگری از این قضیه استفاده کرد. اما در مورد اینکه خب به هر حال پوشش گیاهی از بین میره، همونطوری که دوستان گفتن، باید از نظر مدیریتی این قضیه حل بشه، برطرف بشه و با این قضیه مبارزه بشه. یکی از پیشنهادهایی هم که من دارم این هستش که همون قضیه فرهنگسازی رو قوی تر کنیم، از طریق رسانه ملی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، به هر حال از طریق کتاب کودکان، کتابی که توی مدارس بهشون آموزش داده میشه، این فرهنگ استفاده از آب و حفاظت از محیط زیست رو بیشتر کنن. مرسی، مایک در اختیارتون. ممنون از توضیحات خوبتون. جناب آقای جعفری، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام و مجدد، تو اجلاس ریو در سال 1992 بیابانزایی یکی از بزرگترین چالش‌های توسعه پایدار شناخته شد. بیابانزایی فرایندیه که طی اون زمین‌های حاصلخیز به بیابون تبدیل میشه و این معمولاً نتیجه خشکسالی و جنگل زدایی و کشاورزی نامناسبه که رخ میده و بهره‌وری بیولوژیکی هم از بین میره. حالا راه‌های جلوگیری از بیابانزایی، یکی مدیریت زمین و آب و خاک در برابر تخریب هست، استفاده از پوشش گیاهی مناسب هست، استفاده از زمین برای چرا و کشاورزی هست که حالا باید اقدام بشه. منظور به این که زمینایی که به اصطلاح به عنوان کشاورزی ازش استفاده میشه، به عنوان چرا هم میشه ازش استفاده کرد که اون زمینا غنی بشن و شیوه های کشاورزی سنتی جایگزین بشن، شیوه های به اصطلاح فناوری های جدید کشاورزی جایگزین کشاورزی سنتی بشه و منابع لازم برای مدیریت زمین های خشک و به اصطلاح مدیریت انجام بشه. به نظر من اینا مواردی هست که میشه جلوگیری کرد از رشد بیابانزایی و کنترل کرد بیابانزایی رو. ممنونم از این که ما که در اختیار من قرار دید. ممنون از شما. جناب آقای یزدان پناه، بفرمایید، ما در اختیار شماست. مجدد خسته نباشید، میگم خدمت همکاران. ببینید، پیشنهاد من اینه، یه راهکاره که بهترین راه برای این که بتونیم بیابانزایی رو کاهش بدیم اینه که ما بیان همزیستی کنیم با طبیعت، همزیستی داشته باشیم. همزیستی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم مثل پیشینیان خودمون، نیاز نیست 10 تا بچه داشته باشیم. خب طرف توی بیابون داره زندگی میکنه، به اندازه نیاز خودش هم نمیتونه غذا تولید کنه، ولی 15 تا بچه داره. چرا؟ چون آگاه سازی نشده، به این شخص آگاهی داده نشده، آموزش داده نشده که شما باید فکر آینده اینا باشید. خب این بچه بزرگ میشه، وقتی نمیتونه، نیاز به غذای بیشتر، میاد شهر، شهرها رو گسترش به شهر گسترش پیدا میکنه، مصرف آب میره بالا، مسرف برق میره بالا، همه این مسائل رو به دنبال خودش داره و همزیستی خودش باعث میشه. شما میتونید همزیستی، نیاز نیست شما برای همزیستی و آموزش‌هایی که باید داده بشه دولت در این زمینه، باعث میشه که به عنوان مثلا مصرف برق کاهش پیدا کنه. چطوری؟ وقتی شما بیان سیستم های سولار یا همون باتری خورشیدی رو توی روستا یا هم آگهکن‌های خورشیدی رو رواج بدین بین مردم، اینجوری دیگه سدسازی توجیه پیدا نمی‌کنه به منظور مثلا میگن نیروگاه برق و فلان. اینا همش باعث میشه که ما بتونیم از همون چیزی که داریم استفاده خوبی ببریم، نه اینکه بیان به فکر این باشیم که ببخشید حالا آب از هزاران کیلومتر اونورتر بیاریم توی خلیج فارس که چی بشه، بیاریم توی کویر مرکزی ایران که چی بشه. مثلا این که اصلا همزیستی نیست، این در واقع
یه جورای مقابله با طبیعت حساب میشه. همزیستی یعنی اینکه آقا شما دامدار هستی، به دامتو نبر توی هر جای دوی زاگرس، اصلا کلا نابود کردین. اینقدر این چرای دام تاثیرش به نظر من از این خوشسالی روی ریزگردها بیشتر بوده که اصلا قابل مقایسه نیست. چرای دام برای چی؟ برای که انسان‌ها نیاز به دام بیشتر دارن، میان بی‌رویه بدون انصافی‌ها بدون کنترل داره تمام طبیعت رو می‌خوره. مثلا اینکه شما بررسی کنید ببینید توی 40 سال گذشته صحبت از این بود که اصلا بز از دام ها خاص کنن، یعنی ما برنامه کشور برای قبل از انقلاب که بیان دامی به نام بز اصلا تو ایران وجود نداشت، اگرم وجود بخواد داشته باشه باید توی حریم بسته باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا اینو باز گذاشت و بز یه حیوانی که میره طبیعت کلا از بین میبره. طبیعت که خوبه، ولش کنین پلاستیک و فرش خونتون هم میخوره، چین دیگه بهش میگن بز دیگه، ببخشید. و اینکه واقعا باید یه فکر اساسی بشه، اینکه ما بشینیم اینجا بگیم آره این سدسازی و این به نظر من اولین چیزی که باید آموزش من اینه که یه چی میگن یه دولتی باشه که بیاد مردم رو آموزش بده بر چه جهت، در جهت همزیستی با طبیعت خودمون تطابق بدیم، نه اینکه بیام هر روز بیام فناوری نمیدونم از فلان کشور رو بیاریم و افتخار کنیم که مثلا میلیاردها دلار هزینه کردیم رفتیم نمیدونم پتروشیمی ساختیم، نمیدونم فناوری کجا رو آوردیم، این به چه درد کشور من میخوره، این به چه در نسل بعدی من میخوره. فقط ما باید شدیم میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج بشه. من مایک رو رها میکنم، ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از شما، تشکر ویژه میکنم از همه دوستانی که مشارکت کردن. اگر که کسی نظری داره خوشحال میشیم که مجدد با ما به اشتراک بذاره. خب دوستان نظر دیگه ای ندارید؟ امروز متاسفانه یکی از سخنرانانمون نبودن و جلسه یه مقدار کوتاه‌تر شد. اگر که نظری ندارید من ختم جلسه رو اعلام کنم. سپاس از همه شما، از همکاری شما تشکر میکنم، از همه همکارانی که ما رو در این جلسه همراهی کردن، منشی جلسه خانم روزا جهانبین، ضبط صدا و تدوین جناب علی برومند، آقای پویا حسابی، ادمین ها خانم ندا فروغی، خانم روزا جهانبین و جناب آقای مجید رعوفی. من در اینجا ختم جلسه رو در ساعت 20:22 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام می‌کنم. ممنون از همه عزیزانی که مشارکت داشتن و ما رو در این جلسه همراهی کردن.